کنی که از این خطر جون سالم به در بردی. شما راست میگی، ولی اینو لااقل شما میدونید که من تو زندگیم زن بدی نبودم. اون نمیخواد حیثیت زن خودشون بد رفتاری میکنه، کتک میزنی. اکرم خانم، اینو برای زنی مثل من که بچم داره درد آوره. به خدا ناراحت نشو، دکتر گفت کاملا باید استراحت کنی. چطوری؟ کجا ممکنه استراحت کنی؟ مگه اون اجازه میده؟ تو کدوم خونه زندگی؟ تو خونه زندگی خودت. سعی کن شوهرتو از راه اشتباهی که میره برش گردونی، این وظیفته. تو که هی ناسی بابا. نه دیگر، نه دیگر، این واسه ما کت نمیشه. بابا تو دیگه وقت خوابت، چشماتو ببند و بخواب. خوب چرا برکت خدا رو میریزی رو زمین؟ آخه گناه داره. برکت خدا؟ گنده این برکت خدا که تو درست کردی من. خب اگه این قضا رو دوست نداری بگو چیز دیگه برات درست کنم. دیگه چرا داد میزنی یا همسایه ها رو زابرا میکنی؟ نفهمیدم تو جزمه محلی یا مفتش شهر؟ خونه خودمه، چهار دیواری اختیاری. اگه به تیریج قباتون بر نمیخوره خانم مفتش، یه لیوان آب برای من بیاره. مثل کنه چسبیده و کنده هم نمیشه. آخه واسه این قیافه ایک بیری رو نگاه کنم. هیچم مامان ایک بیری نیست، نگاش کن خیلی هم خوشگلی، مثل ماه میمونی. آره جونم ننه، تو بخواب عزیزم، بابا داره شوخی میکنی. شوخی میکنی. بیا اینم آبی که خواسته بودی، بیا. زن لعنتی جهنمی، این آب از آب حمومم کثیف‌تر و داغ‌تره. آخه
آخه پس چی کار کنم؟ خب دیر اومدی، یخو آب شده، چرا اینقدر بهانه میگیری؟ بهانه از تو؟ اونم از تو زن بیشو؟ بلش کن بابا، بایی نشم، بلش کن، تو بدی، تو بابای بدی هستی. تو دیگه چی میگی نیم وجبی؟ برو کاکشا. بلش کن، اگه میخوای منو بزن به این کاری نداشته باش، خواهش میکنم. میکشمتون هر دوتونو، بچه‌رم میکشم. این بچه از تو رو خدا کاریش نداشته باش، هرچی میگی بگو. آخه چی کار میخوای بکنی؟ کار میخوام بکنم؟ الان حالیت میکنم. میخوام کلاقت بدم و از دست راحت بشم. گورتون رو کم کنیم بریم بیرون. هر دوتون راحتون بذارین، گم شین بریم بمیرین. وای دلم دیوونه بود، دیوونه در سلام. چی شده؟ چی بگم اکرم خانم جون؟ نه تو اون هر دوی مرنه ما میخواد جمعه بگی، بچه رو بده به من. تفلکی چه راحت خوابیده، دلش محال این بچه نسون. خب زندگی دیگه، به خدا این زندگی مسخره است. دلم بمیرم. تو این بچه رو داری که به خاطرش باید بجنگی، بجنگی و زنده باشی. بچه قشنگی، اگه شوهرم مرده بود الان نمیتونست من دخترشو مثل قاب دستمال بندازه بیرون. کاش من مثل شوهر تو مرده بود. شوهر من نمرده، ولی من خیال میکردم مرد. اونم مثل شوهر تو منو بیرون کرد، اما بچه ما رو خیلی گرفت. بعدها بریم خبر دادن که بچه مرده، خودش هم گذاشته و رفت. خدا میدونه اون الان کجاست. میبینی که من هم مثل تو هم میخواب بمیرم. کسی چی میدونه فردا چی میشه؟ من میدونم. قدیر آدمیه که هر حرفی بزنه عمل میکنه. اون گفته طلاق میده و این کارو میکنه. طلاقم میده، تموم شد. چه جوره؟ یه مهر قرمز رو اسمش تو شناسنامه زدم و طلاقشو دادم. پای دیوار حالا من تو این با کار تازه بود. جنس از اون بره مرز میاریم به این بره مرز. من راجو رو یادت میدم. نوکره تو هم رفتیم که دو نفری دنیا رو بگردن. اونم بذار واسه خودش بره بگردن. الان ساعت 5 بعد از ظهره، همش رو رفتیم. ولی خانم حتی نهار میخوردم، با هم دیگه قوت نداره، نمیتونم برگردم. من امروز باید کار پیدا کنم، از هر جور شده باید یه کاریم. چرا گریه میکنی؟ چون من براتون یه کاری پیدا بکنم. اما کار چی؟ چی بگم خواهر؟ برای شما کلفتی هم باشه میکنم. بفرمایید. سلام خانم. سلام، کاری داشتیم؟ من اومدم اینجا کار کنم. آرایشگرتون منو فرستادن خانم. آها، آدم معتبری داری که ضامنت بشه؟ راستش نه خانم، کسی رو ندارم. صحیح، پس ضامنم نداری؟ بنابراین خیلی متاسفم. بهتر از همون رایی که اومدی برگردی. ولی خانم من این حرفا بی نتیجه است. بفرمایید بیرون. من میتونم زامنشون بشم. معلوم هست تو چی داری میگی؟ بله، تو که میخوایی با پدر من ازدواج کنی باید اینقدر قبولش باشی که پسرش بتونه زامن خدمتکار جدیدش بشه. آیا غیر از این خانم؟ به نظرم آشنا میایین. شما رو جایی دیدم. بله دکتر. ها، شما مریض من بودی. خوشحالم که حالتون خوبه. تو درست رفته میخوایی زامنه این بشی؟
این خانم اینجا کار میکنن و ضامنشون هم من هستم. حالا اگه تو ضمانت منو قبول نداری، ممکنه ضمانت پدرمو قبول داشته باشی. اگه میخوای میتونی از خودش بپرسی. سلام پدر. سلام پسرم. حالا چطوره؟ متشکرم پدر. ممکنه بگید اینجا چه خبره؟ سلام آقا. سلام جانم. این خانم برای کارم جان، منم ضامنشون هستم. البته با اجازه شما. غذای مورد علاقه من باقلاپلوس خانم، بلدی بپزین؟ بله. خوب عالیه. صبحونم فقط یه لیوان شیر میخورم. فعلا خدافظ. دختر خوبی به نظر میای. ببینم شوهر چه نکردی ها؟ نه خیر آقا. خوبه. این خوشگله حال است. تا چند ماه دیگه خانم این خونه میشه. البته حالش هم خیلی خانم. بله خیلی خانومه. خدا بهتون ببخشه. اون شاخ شمشادم که دیدی پسرمه، ولی یه خود سیماش قاطیه. اون از تمام چیزای خود بدش میاد، از ورق، از شراب، از زن، با این که دوره ورش خیلی شلوغه. عزیزان؟ ممکنه راجب کارش سو. بله دیگه. هردونی هفته یه روزم میتونی بریم. بری پیش فامیلات. برو جانم، میتونی بری مشغول شی. متشکرم آقا، متشکرم. وایسا ببینم. نگفتی اسمت چیه؟ مریمی. خیلی خوب مریم. ببینم واسه خوشگلیش زمانی شدی یا واسه اینکه مریض تو بوده؟ واسه هیچ کدام، فقط برای اینکه اون به کار احتیاج داشت. احتیاج؟ خب اونم به تو احتیاج دارم. چرا فکر منو نمی کنی؟ دوست دارم. بکش زن، وقاحتم حدی داره. آخه تو میخوایی زن پدر من بشی؟ این وقاحت نیست عزیزم، عشقه. این هرزگیه. تو یه پارچه لجنی. بیچاره پدرم، عشق تو چشمای اونو کور کرده. منم که تو رو میشناسم، میدونم که چه افریتی هستی. برو راحتم بذار. اون منو شناخت و جلوی پدرش زمین شد تا اونجا کار بکنم. خوبه. این پولا رو واسه چی دادن؟ گفتن هرچی کم دارم بخرم. منم اون اسباب بازی رو خریدم برای نازی. باقیشم باشه پیش شما. موفق باشی مریم. دنیا اینطور نمیمونه. بالاخره یواش یواش درست میمونه. چرا از تو اتاقش بیرون نمیام؟ از بس خودخواهی جونم. بچه شنیدم که حال خیلی میخواهی. سلام. چیه مریم؟ کاری داشتی؟ ببخشیم پدرتون فرمودن شما بیاین تو. چیزی به اونا بگم آقا. باشه الان میام. برو. چی میخوایی آقا؟ خودت باید فهمیده باشی. تو رو میخوام. تو رو عزیزم. آقا گم شو برم خودم خواهی بشو. آقا برم دست کسی بده بکش کنار. برو از اینجا بیرون. این پولا رو ببر واسه آدمایی که مثل خودت عاشق پولن. اگه نری داد میزنم اون وقت دکتر میاد مثل موش میندازه بیرون. حالا میگه چه خبر شده؟ برو گم شو دیگه. نوبرش آورده. اگه یه مرتبه دیگه طرف مریم رفتی قلمای پاتو میشکنم. خجالت نمیکشه؟ تو خیال میکنی هر کسی میشه با پول خرید؟ جلو برو گم شو. تو دختر خوبی هستی مریم. آفرین. از این کارت لذت بردم. قهوه من یاد داره. متشکرم. اومدی؟ بله پدر. اینجا پسرم، این همه دختره گذاشتی رفتی تو اتاقت؟ همشون مال تو پدر.
واقعا مسخره است. من که از کارش هیچ سر در نمیارم. عجیب واقعا. نه اینو جدی میگم. باور کن. چرا اینقدر گوشه گیر هستی؟ راستش من داشتم تو اتاقم راجع به کارم مصاحبه میکردم. ولی یه مرتبه من آقای دکتر قهوه. متشکرم. خیلی ممنون. قهوه نخوری. میگم برای قلب خوب نیست آقای دکتر. چرا کمش عیبی نداره؟ کمش خوبه. شانس هم خوب چیزیه. هر چه میره دختر دور برش هم میشه. تو فالتون یه زن افتاده. اون از فرشته های آسمون هم پاک تر. خیلی زج کشیده و شما هم خیلی بهش محبت نکنه. این مریمه؟ آره حرف مریم غلط کرده. بس دیگه اینقدر حرف نزنید. برین گمشین. برین به کارتون برسید. برین گمشین. مسخره ها. بایست مریم اونا یه مش دیوونه هستن. ببخششون. مهم نیست. میدونی رفتار یه ماهی تو و کار امروز با اون پسره عقیده منو نسبت به زنها عوض کرده. حالا مطمئنم بین اونا فرشتم هست. تو خیلی دختر خوبی هستی مریم. اینو جدی میگم. متشکرم دکتر. شما خیلی مهربونی. خواهش میکنم از کار اونا عصبانی نباش. من گفتم که حالا بذار یه چیز برات بگم. به نظر من یه موی تو به همه اونا میارزه. تو این خونه اگه یه خانم باشه فقط توی گرم گرفتن دختره یه بی سر و پا. راستش میدونی چیه؟ وقتی میرزا علی گفت دختری پاکتر از فرشته ها تو فالمه، حس کردم تنها دختری که ممکنه اینطور باشه تو هستی مریم. مریم ببخشین صدام کردم. باید برم. فقط کلفتی کنیم. ولی من که تمامه تمامه جوابم میده. چرا این کار کردی ها؟ این دختره؟ خواهش میکنم بس کن. برو مریم. واقعا حیف دختری مثل اون که زیر دست آدمای مثل ما باشه. اون چه گناهی کرده که اینطور اذیتش میکنن؟ خجالت داره. من متاسفم مریم. از کار اونا ناراحت نشد. کشیدی که ازش محرومم. اونم پاکی و بزرگواری توی. اما مریم اجازه بده بعدا با هم صحبت کنیم. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. من امشب زیر آلاچیق منتظرتم. زیر آلاچیق؟ برای چی دکتر؟ خوشحالم که اومدی. متشکرم. شما به من بگو تو. آخه شما نمیخواد چیزی بگی. من میخواستم امشب به تو بگم تو همون فرشته‌ای هم من دیده بود. من؟ آره مریم. نه این شما. این امروز همه اون دختر رو شما رو نگاه میکردم. همه شون حرف شما رو میزدم. اونا خانومن، خوشگلن و در زیم خیلی هم ثروتمندن. اینا چیزی نیست که من میخوام. اما شما که چیزی درباره من نمیدونی. همینقدر که میدونم کافیه. فقط منتظرم بهم بگی دوستم داری یا نه. آخه بذارین بگم. من یه دختر نیستم. من شوهر کردم و طلاق گرفتم. تو دروغ میگی. باور کنی. پس چرا تا حالا چیزی به ما نگفته بودی؟ پدرتون طوری حرف زد که انگار اگه شوهر داشته باشم قبولم نمی کنی. من به کار احتیاج داشتم و مجبور شدم دروغ بگم. مثل این که دیگه میتونم برم. من هنوز منتظر جوابتم. ولی شما مهم نیست. من دوستت دارم. حالا اگه بهم جواب ندی اشکالی نداره تا فردا صبر کنی. ولی یه چیز دیگه هست که من
من دیگه میرم. خوب نیست خانم حال من اینجا ببینی. حالا دیگه نصف شب با این کلفت خلوت میکنی؟ تو حق نداری با من اینطور حرف بزنی. تو چطور منو میذاری و با اون کلفت بی سر و پا التماس میکنی؟ پس جون من نصف شب چی میخوای؟ معلومه جونی، همونی که تو از اون دختره میخواستی. تو زن کسیف چطور میخوای زن پدر من بشی؟ من فقط تو رو دوست دارم. تو رو میفهمی؟ تو درست مثل یه سگ هرزه میمونی، اونم تو یه پارچه لجن. این سگ هرزه پاره پارت میکنه. آخه من جون کلفت چی داره؟ چی؟ که بین اون همه دختر اون منو میخواد. تو خیلی چیزا داره که بین دخترهای دورو برو. نجابت تو خونته، وفا تو قلبته، شرم و حیا تو چشماته. یه مرد اینا رو خیلی زود میبینه. اکرم خانم، یه مرد میتونه دروغم رو یه زن ببینی؟ دروغ؟ کدوم دروغ؟ کدوم؟ آخه من بهش نگفتم که یه بچه دارم. حتی شوهر داشتم تو؟ نه، اونو گفتم اما نتونستم. یعنی اون نذاشت وجود بچه رو بهش بگم. اون میخواد شب با من حرف بزنی. چی بگم بهش؟ تا اینم دختر چقدر شیرین عاشق شدن. یعنی میگی من برای یه زنی مثل من که عمری رو با یک دنیا ماجرا پشت سر گذاشته، فهمیدن این قضیه خیلی آسونه. عزیزم اون عاشق پاکی تو شدم. ها که گفتی عاشق شدی. خوبه، خیلی خوبه. ببینم خوشگله. بله پدر. بذار ببینم اسمش چی. آها لیندا. نه نه، پس کی؟ آها فلوریا، حتما دیگه خودشه. بگو آره، درسته؟ نه نه پدر، اینه که شما گفتین نیست. اون از اینجور دخترها نیست. من که دیگه فکرم کار نمی کنه پسر. خب بگو ببینم این دختر کیه؟ مریم. همین مریم خود. همین کلفتی؟ تقریبا. یعنی تو میخوایی بگی که؟ نه نه نه، حتما عوضی شنیدم. درسته؟ گفتم درسته؟ جوابمو بده. درست شنیدم؟ بله پدر، درست شنیدی. آه پسرهای لعنتی نفهم کله پوت، عشق به یک کلفت مسخره است. مگه اینکه من مرده باشم تا تو بتونی این حرف رو بزنی؟ حرف من از ته قلبمه پدر، من باکی از گفتنش ندارم. دوبارم میگم، من اونو میخوام. تو کی هستی؟ پسر من، پسر فاخر. 20 سال تمام جون کندم، زحمت کشیدم، عرق ریختم تا ثروتمند شدم. حالا تو میخوای تمام زندگی منو زیر پای یه دختر کلفت بریزی؟ آره این صحیحه؟ پدر چرا همه چیزو با پول میسنجین؟ من با یه بانک ازدواج نمی کنم، زن میگیرم. پس بیشتر از هر چیز باید فهم داشته باشه، عفت داشته باشه، صداقت داشته باشه. عفت، صداقت، انسانیت. اما اون همه اینا رو داره پدر. اون فقط یه کلفته. اون یه خانم واقعیه، نه از این عروسک های رنگ و روغن زده دورو بر تو. اون یک هرزه است. بسه دیگه. یک هرزه یه واقعیه پدر. اون زن من میشه. راجع به اون بهتر صحبت کنی. خدافظ. از اینکه برای چند لحظه دنیای منو روشن کردین و امید کوچکی در زندگی به من دادین متشکرم. آخه مگه قرار نبود که ما با؟ نه دیگه حرفشو نزنین، من نباید این انتظار رو داشته باشم. یه کلفتم پدرتون راست میگه. من معذرت میخوام، اون اشتباه میکنه. آخر اشتباه نمیکنه. بذار اون بره تا مثل یک سگ ننداختنش بیرون. پدر
معذرت میخوام. چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا نمیخوای چشماتو با حقیقتو ببینی؟ چرا به دروغ و دروی عادت کردی؟ اون یه فرشته است، نگاش کن. مریم، اون رفت آقا. چی گفتی؟ اون رفت؟ بله آقا، چشماش پر اشک شده بود. چی شد آقا؟ اون دکتر خیلی خوبیه. برو بیرون پیرمرد احمق. راحت شدی پدر؟ خیالت راحت شد؟ اون رفت. اون باید میرفت. زندگی اون چیز دیگه‌ایه. آره، به این زندگی کثیف شماها نیست. اون نمیتونه گول بزنه و تظاهر کنه، فریب بده و دروغ بگه و نارو بزنه. اون یک انسانه. اون یک بی سر و پاس. اون تو رو نمیخواد. اون پول تو رو میخواد. زندگی تو میخواد. فقط همین. اون هرچی هست حاله نیست. اینا مال تو به اون زنای لبن دوش بگره دورو برت. من میرم پلوی همون. گوش کن، تو له میشی پسر. زندگی خوردت میکنه. این یک قماره. تو قمار میبازی، زندگی لهت میکنه. این بگیرم کی تو زندگی من باشه؟ ولی اون کاملا درست میگه. من تو خانواده شما یه وصله یه ناجور. چرا داری این حرف رو میزنی؟ واسه چه اینقدر ناامیدی؟ برای اینکه شما اون بالایین و من این پایین. فقط همین. من اومدم برای اینکه نمیخواستم بین یه پدرت سر دیوار بکشم و از هم جداشون بکنم. من نه مریم، این پدرم بود که بین من و زندگی دیوار کشیده بود و تو اون دیوار رو خراب کردی. شما با پدرتون به هم احتیاج داری. من فقط به تو احتیاج دارم. خواهش میکنم شما بهش بگین خانم. تو خودت همه چیزو بهش گفتی پسرم. مریم، مگه ما حرفمونو با هم نزدیم؟ مگه تو نگفتی منو دوست داری؟ بگو، مگه نگفتی جوابمو بده؟ گفتی یا نه؟ آره گفتم. پس چرا مخالفت میکنی؟ چرا نمیخوای با من بیایی؟ چی مانع میشه مریم؟ چی مانع میشه ها؟ ما با هم زندگیمونو از نو شروع میکنیم. من یه دکترم، کار میکنم. من به خاطر تو تلاش میکنم، پیشرفت میکنم. من میتونم زندگی تو رو... آخه شما که همه چیزو نمیدونید. بذارین برات بگم. نه، حرف نزن. تو فقط بگو با من زندگی میکنی. فقط همین برای من کافیه. حالا اگه دوستم داری دستتو بده به من و به من تکیه کن. سلام مریم جون، بیا اون خونه رو گرفتم، اینم کلیدشه. باشه، انشالله با خوبی و خوشی. متشکرم اکرم خانم، شما بیاین با هم زندگی بکنیم. نه متشکرم، از لطفتون ممنونم. من نمیخوام مزاحمتون بشم، آخه شما رو تازر. خب پس من میرم خونه رو مرتب کنم و بیام مریم جون رو ببرم. فعلا خدافظ. چه پسر خوبیه، خدا حفظش. ولی اکرم خانم جون، من از قدیر خیلی میترسم. اون که حالا ها تو زندونه، او تا آزاد بشه بی خود نترس. باز سرکار زد زیاد، ناراحت نباش، ممکنه ما همین روزا برگردیم. سلام قدیر خان. سلام سلام علی، بفرمایید بفرمایید. قربون همگیتون. میگم که ان شاء الله بعد نذ کشه. بذارم بریم بابا، جای شما خیلی خالی بود. بابا برای بچه ها بیرون چه خبر؟ خبر خوشی واسه دارم. ده اگه نشد پشه تو کارت معطلش نکن که بیکاری دق کرده. زن سابقت شوهر کرده. خب مبارکه، با کی؟ با یه افداکتار پول دار. کاربارش هم خیلی سکر. خوب شد گفتی دکتر. خب
این نسخه را بدید بگیرن، بعدن بدید اتاق شماره 11 تا بدن به مریض. الو؟ او چه خوب شد تلفن کردی، ناراحت بودم برات. تو که یک ساعت پیش رفتی. بازم دلم برات تنگ شده. من میخواستم برم خونه اکرم خانم، بعدشم برم برای امشب یه مقداری خرید کنم، باشه؟ باشه عزیزم، اشکالی نداره. با اکرم خانم سلام برسون. خوش اومدی. نه، چرا اون این کارو میکنه؟ چرا زجرم میده؟ چرا؟ ناراحت نشو عزیزم، اون از من متنفره. چرا نمیخواد بفهمه؟ من باید باشم. از پیران قشنگت خوشت میاد؟ علی بابایی تو همینجا بایستا ببینم کیه در میزنه. خیلی خوب. منو میشنسی؟ بله، کاری داشتی؟ میگم انگاری مریم رفیق جونجونی تو، زن قدیم ما، به نون و نوایی رسیده. درست؟ نمیفهمم چی میگی. میتونی بگه قضیه ماشین و دنگ و فنگ چی چیه؟ بچه مام که اینجا ببینم نکنه سرخر بوده ننش نبرده سرش. تو چی میخوای؟ ای چیش قربم این گره بال کرد. بیا دل بند دیگه. نه به اون دست نزن، خواهش میکنم، من فقط مونم. راستی خیلی دوستش داری؟ بیشتر از جونم، به اون اندازه که یه مادر میتونه بچهشو دوست داشته باشه. پس حالا که اینطوره بی زحمت بفرما بینم که خونه ی والده ی بچه کجا. من نمیدونم. عجیبه، بعد تو نمیدونی. خیلی خب ماما خوش میکنم. نه آیا یه بنده بابا، خونه ننه از کدوم باره؟ خدایا من میترسم. برش کن، بچه داره زهر پرک میشه، برش کن. پس بگو کجاست. نمیدونم. روزنامه نویسا رو خبر کن بیان از این جریان عکس بگیرن. بلش کن، بلش کن، خواهش میکنم، بلش کن، میگم، میگم، بلش کن. پس میگی ها؟ آره میگم، بگو. میگم، میگم. خیلی خوب، هرچا بگی میارم، برو، خواهش میکنم. بیا خیابون با شماره 13 ساعت 9 صبح. خیلی خوب، برو دیگه. یک همومی من بسازم، چل ستون چل پنجره. سلام علیکم. به کلبه ما صفا آوردین، خیلی دنبالت گشتم. برای چی؟ خب بالاخره ما دو دل داده یک قدیم، باز یه روزی به هم میرسیم. من میگم که یعنی خب اینجوریه دیگه. آره البته خواد به شوهرت بگم که یه بچه هم تو کاره. اما خب اگه چی؟ مگه بیرونمون نکردی تو راحت بشی؟ پس چرا دوباره اومدی که زندگیمونو به هم بزنی؟ آره اما خب کاره دنیاست دیگه، جفای روزگار به فلاکتمون هست. بذارم برو. رفتنی که تو کار نیست خانوم بلا، قد جوار منو میکشی تا کاروبارم دوباره بیافته رو قلتک. بله عملشون تموم شد، من الان داشتم با دکترشون صحبت میکردم. خواهش میکنم. بله دکتر، خانمتون منتظر. بگین بیان تو. خب دکتر عمل چطور بود؟ خیلی خوب، مخصوصا برای من موفقیت. سلام. سلام. سلام خانم. حالا چطوره؟ کجا بودی عزیزم؟ رفته بودم پارچه‌ای که برام خریده بودی بدم خیاطم بدوزه. راستی میتونی به دکتر مسعود تبریک بگی، یه عمل بسیار جالب انجام داده. تبریک میگم دکتر. سلام خانم. بشین عزیزم. خب دکتر من با اجازه مرخص میشم. خواهش می‌کنم. خداحافظ خانم. خداحافظ. ببخشید. سلام آقای دکتر. سلام. اون پولا رو خریدی؟ بله. ببا. سلام خانم. من شما رو تو خیابون بهار دیدم، هر چی صداتون کردم متوجه نشدم. اونجا؟ بله معذرت میخوام، حواسم نبود. چرا بهار؟
خیاط تو مگه تو بولوار نیست؟ اونجا رفته بودم خونه پوری. پوری رو که میشناسیش. آها، راستی حالش چطوره؟ خوبه، خیلی هم به تو سلام رسوند. خب من دیگه باید برم منزل. مگه قرار نبود نهار رو با هم بخوریم؟ چرا، ولی اومدم بهت بگم که حالم خوب نیست. باشه فردا. خیلی خوب، هر طور تو راحت. خدافظ. خدافظ. خدافظ میرزا علی. خدافظ. میرزا علی؟ بله. اینا پولا رو بده به پرستار اتاق 16. باید به مریض تزریق بشه. باش بابا. بله. شما؟ سلام پوری. چطوری؟ مگه تو مریض بشی به من تلفن کنی؟ نه نه جدی میگم. خب مگه مریم امروز پیش تو نیومده بود؟ نه؟ دو هفته است ندیدیش؟ شاید نتونسته بیاد. خیلی خوب باشه، فعلا خداحافظ. یه پول کلون که دیگه مدت زیادی از دستم راحت بشه. چرا این کارم بگیره؟ خودم یه سرمایه‌دار بشم و برای همیشه راحتت بذارم. من حاضرم جونم و بدم و دست از سرم برداری. چقدر میخوای؟ ای از کجا؟ من از کجا این همه پول بیارم؟ تو مرا دیوانه کردی دلی دل دلی دل. خب حالا کیه کیه در میزنه ای بوده در واقع کیه کیه در میزنه در که بازه یعنی خانوم دیگه از در بازم نمیتونن بیان تو. بفرمی بابا بفرمی دیگه. بیا بینه آخرین پس اندازه منی پولو بگیر در باز کن من برم. گرفتن پول که چشم اما بیرون رفتن تو یه خورده عشقان آنازیان چی از سر رام برو کنار. کجا به این زودی خوب نیستنی به خوشگلی تو بچون باشی. من باز خودت میگم حالا چه یه دوبا من باش. آهای قهره چی ترش بیا دارم کن داد نزد خوشگله نزد آبی زیبوسته درم حالا بلا آره تو درست مثل یه زالو میمونی. تو هم مثل یه پربونه ای تازگی ها چه شاعرونه اختلاط ریم یار بلا تو رو به خدا و مشتی بزن برمیشه که به ما مینیم آینو رو منو شروع کردیم رانی. حالا من جواب فیفی رو چی بدم؟ چه خاکی به سرم بکنم؟ فیفی میگه اون وقت فیفی منو خیلی آقا خانم زور خونه اجرام هستن؟ نه فکر میکنم برگرده. نهار درست کردی؟ بله آقا. آها اومدش. سلام خانم. سلام اکرم خانم حالش خوب بود؟ آره خیلی هم به تو سلام رسید. ازش خوشم میاد. زدم سر پیش دادم به یه ماشین. تقصیر من بود. آخه عجله داشتم بیام خونه. باشه بعد از اون میدم درستش کنم. آها میرزعلی هم اومد. آخه خدا. مگه کجا رفته بود؟ گفته بودم یه خورده برای امشب میوه بگیره. سلام آقا. نمیدونین چقدر گشتم تا این میوه ها رو پیدا کردم. هر جا رفتم میوه خوب گیر نیومد. ناچار شدم.
جدیه. شما این خانم؟ میگم چرا خسارت ماشین رو نگرفتین؟ آخه واسه چی گذشت کردین؟ تقصیر اون یه روز جیگاله بود. تو که گفتی تقصیر تو بود؟ بابا دست خوش. چی رو تقصیر خانم بود؟ یارو سر پیچه با اون شلوغی با سرعت داشتند عقب میومد. اونم تو بهار؟ تو بهار. آره با سرعت 10 کیلومتر تو نمیری والله. خب به ما مربوطی نیست اشکاله به شما. آره یادم رفت بهت بگم رفته بودم کاراش ماشینه بدم درست کنم. میدونی که کاراش تو خیابون باره. آره میدونم. خیلی خب من یه جای کار دارم میرم و برمیگردم. پس نهار چی؟ شجاکشم منتظر من نشین. این ماشینی که شما امروز تعمیرش کردین مثل اینکه خوب کار نمیکنه. اجازه بدیم ببینم. اسوان شماره 5917 رو ما تعمیر کردیم. بله ما تعمیر کردیم. دفتر رو بیارین چه ببینم. نه دیگه مهم نیست. یه رفع دیگه میام. متشکرم. بله انگار این ماشین 8 روز پیش تعمیر شده. چی گفتین؟ ببخشید. تعمیر مال 8 روز پیشه. این ماشین امروز تو این گاراژ نیومده. چرا اینقدر مشروب میخوری؟ من حق دارم بفهمم تو دل تو چی؟ هیچی، چی رو میخوای بفهمی؟ من خودم هم حتی نمیدونم چی کار میکنم یا حقیقت چیه؟ آخه کدوم حقیقت؟ حقیقت این، حقیقت باید وجود داشته باشه. مثلا این زنگ تلفن یه حقیقت هست. برو جواب بده. متاسفم کوچولو. بازم یه خورده پول میخوام. من نمیتونم، به خدا دیگه نمیتونم. منو سر لش نهندس دختر، خواهد که میدونی. هر کاری دلت میخواد بکن. من دیگه نمیتونم، میفهمی؟ نمیتونم. من یکی از دوستانت بود، یا میترا، یا سوزان، و یا... ولش کن. حتما یادت هست که ما امروز مهمونیم. آره آره من حاضرم. پس یقت درست کن، اینطوری قیافت خیلی بده. آسیه کجایی؟ بالا آقا. اگه از بیمارستان کردن بگو من خونه دکتر مسعودم. خیلی خوبا. خب بریم. ای با شما خیلی باست ببخشینا. یا کاری باستون داشت با من؟ نه خیلی با خودتون، نه با خونتون. با چی؟ باشه با سبت ما داریم میریم بیرون. نه همین حالا بگو ببینم. میدونه نه عزیزم باشه برای بذار حرفشو بزنه ببینم چی میگه. آقا به من تلفن شده بود، مثل که خانومتون تلفن کرد. انگار شیر دستشویی و لولا خراب شده و آب میده. درست خانم؟ بله من تلفن کرده بودم، تمام راه رو خیس شده بود. خب الان میشه نشونم بده خانم؟ بله یه دقیقه بایسته عزیزم. بفرمایید. از من تو که میگی پول نرم؟ به خدا ندارم، خدا میدونه دیگه هیچی ندارم. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی مرد؟ اینا رو که داری خوشگله. نه اینو شوهرم بهم دادی که این خنجر از گلوم برمیداری. من طاقتم تموم شده.
خواهد هم میدونه که جز اطاعت جاره نره. اینو مفروشی پولشو میاره، پول نقدشو، فهمیدی؟ نقدره. قربون دست و پنجوله قدیر بیچاره است دیگه، باید دستشو گرفت. چرا نمیذاری آب خوش از گلوم پایین بره؟ قراره یه خورده جنس تو مرز تحویل بگیرم، فهمیده؟ زنده میشم تو کلی میلیونر بازی در میارم. ولی من دیگه هیچی ندارم، اینو بدون اگه بازم از من چیزی بخوایی ندارم، واقعا ندارم، باور کن. چه شو؟ آره من انتظار نداشتی لونه کشم. داشت اگه میخواد بزنیش از این خونه ببرش بیرون. داشت چه همچه میکنه؟ چه صافت لذر سفا بزا بهت بگی. چی بگی؟ برای متاسفم نمیدونستم به چه صافت عادت کردی. اون چه صافت مرد زندگی توه، برو بوش کن ببین که بوی لجن میشه. دورش برام قسم خوردی، اون چشمای معصومت گولم زدی. من کار کردم، شب و روز زحمت کشیدم برای اینکه تو راحت زندگی کنی، ولی آخه تو چرا نمیذاری من حرفمو بزنم؟ حرف که چی؟ که بگی من به یه بوت پوشای دل خوش کرده بودم، بگی که من یه مترسک بودم، بگی که من کور بودم و تو سیاهی شب دنبال آفتاب میگشتم. نه نمیخواد بگی، من همه اینا رو میدونم. من فقط به تو شرکت شو. لعنت به تو رو گوی حرفی بس حقیقتو بهت بگیم. حقیقتو باید اول میگفتی، حالا دیگه نمیخواد بگی. من یه بازیچه بودم، حقیقت اینه. نه دورش بایستم. باشو قربونت برم، گریه نکن، اگه اون رفت خودم نوکرت هم. بدرد حیبون کسیم. سلام خانم. سلام آسیه، آقا خونه است؟ نه خانم، آقا تشریف بردن بیرون، موقعی هم که میرفتن این نامه رو دادن به من، گفتم که حتما بدن به شما. متشکرم. خدا میدونه باز چی خبر شده، خدایا رحم کن. تمام چیزهایی رو که به خاطر اون زن من شدی به تو بخشیدم، شاید این چشم طمع تو رو سیر کنه، ولی اگه این بار خواستی احساس و غرور مرد دیگه رو بازیچه خودت قرار بدی، اینقدر بی‌رحم نباش و مثل من اونو لگدمال نکن. تورج دکتر، تو چه گرفتاری داری؟ لااقل به من که میتونی بگی؟ من امروز فقط یه خورده... صحبت امروز نیست. تو الان یه ماهی که حالت عادی نداری، چیه؟ چی شده؟ هیچ. هیچی که حرف نشد، گرفتاری چیه؟ معذرت بخوام دکتر، ممکنه تنها بذاری؟ متاسفم. Thank you.
جواب نمیدی. الو تورج خودتی؟ من میخواستم با تو حرف چی میکشی؟ اما قصه نخور، تو اقلا محبت بچه تو داری. آره، اما چرا نمیشه آدم همه چیزای خوب دنیا رو داشته باشی؟ من یه روز محبت شوهرم رو داشتم و نفرت بچه‌مو، حالا به عکس محبت بچه‌مو دارم و نفرت شوهرمو. آخه چرا؟ دنیا رو برای خودت خراب نکن، برو بگرد هر جا که میشه، تو هر گوشه شهر برو بگر شوهرتو پیدا کن. منم میخوام پیداش کنم، اما کجا پیداش کنم؟ شهر خوره پدرشه، تو میتونی فردا بری اونجا. خسته شدی عزیزم؟ چی گفتی؟ خسته شدم؟ من هنوز جوانم. قبول داری عزیزم؟ آره جونم، برای همینه که دوست دارم. تو از صد تا جوانم بهتر. به سلامت. سلامتی خودم و خودت. آخی حس کردم. آه توی تورج کجا بودی پسر عزیزم؟ بریم پیش تورج تا احساس تنهایی نکنه. بیا. میبینی پسرم زندگی چقدر شیرینه؟ به من گفتن شما کارم دارین، چی میخواین پدر؟ من بهت امیدوار شدم پسرم، میبینم مثل پدرت گیلاس دست گرفتی و داری یه کارایی میکنی، اینو بهش میگن زندگی، باید لذت. حرف دیگه ای نداریم پدر. چرا؟ حالا که نصف راه اومدی نصف دیگه‌ش هم بیا. مشروب و زن از هم جدا شدنی نیستن، اولیشو که داری دومیش هم دیگه. پدرشو خوب بلدی، دومیش هم یادش بده، بهش بگو چطوری با زنها حرف بزنی تا بتونه دلشونو بدن. اونم به چشم. راحتم بذارید پدر، هیچ حوصله ندارم. تو چی میخوای؟ معلوم هست؟ آره، یک کمی تنهایی ممکنه پدر؟ تنهایی؟ پسر یه دیوونه یه کل پوک، من اصلا طاقت تنهایی رو ندارم. نکنه یه روزی منو تنها بذاری و بری خوشگله، من بدون زن میمیرم. مگه ممکنه عزیزم؟ مثل اینکه این پیش خدمت هم مردن، من برم در رو باز کنم. اومدم بچه ها، کی این گلاس منو پر میکنه؟ سلام، کاری داشتی؟ ممکنه به من بگین از تورج خبری دارین یا نه؟ فکر کردم ممکنه اینجا اومده باشه، اینجاست. تورج؟ تورج اینجا کاری نداره، تازه اگرم اینجا بیاد مال تو نیست، اون وقتی دیگه مال منه. اما آخه اون هنوز شوهر منی. وقتی منو نگیر بچه سو. خدایا پس اون کجاست؟ کجای این دنیای بزرگ رو باید بگردم؟ کمکم کن.
دارم نگاه میکنم که تو مدت کوتاهی یه بهشت چجوری تبدیل به یه جهنم شده. میخوام یه دقیقه تنها باشم. این اجازه رو ندارم. بابا بخواب عزیزم، اینجا که نمیشه تا صبح بمونی. خیلی خوب، خیلی خوب. اولم کن، مگه نمیبینی دارم میرم. از پدرت خجالت میکش. ناسلامتی من بادرت و فاخرم پدرته. چطور جرأت میکنی به من نظر داشته باشی؟ خجالتم خوب چیزیه. آخه توی چه خوب شد اومدی. من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. پدر بهش بگو، اگه جرأت داری بهش بگو چطور میخواستی منو ببوسی. پدر اون خفاشا عرضه کسیف نمک و حروم. پدر اون دروغ میگه. خدای من وحشتناکه. آدم باید خیلی چش سفید باشه. خودت که دیدی اگه یه جو غیرت داشته باشی دیگه نمیذاری اون تو این خونه بمونه. برشت. آره ما اول بذار اغدمو خالی کنم. بر تو حرزه یه بی سر و پا خجالت نکشیدی؟ خجالت نکشیدی؟ بدر به حرفای منم گوش کن. دهنه کسیفتو ببند. آخه بذار منم حرف بزنم. خرفشو پدر تو اشتباه میکنی. تو منو بزن ولی تو پدر منی. بنابراین من فقط نگات میکنم. تو چشماتو بستی، تو خوابی. حتی سور سرفیلم نمیتونه تو را از این خواب سنگین بیدار کنه. دلم به حال تو میسوزه. اینو جدی میگم پدر. من از این خونه میرم. میرم چون اینجا جهنمه، آشغال دونیه، پر از کثافته. بوی لجن از همه جاش میاد. اما نخوا که یه کرم باشی تو لجن بلولی. از اینجا بیا. متاسفم. بکشان نکن. به این میگن هنجره. نه مثل هنجره ما که هر روز خدا پنچره. نگفتم پنچره. توجه فرمایید، به خاطر تشریح خبر فوری برنامه را قطع میکنیم. از تمام پزشکان و پرستاران برای جلوگیری از ورود بیماری وبا به کشور استنداد میطلبیم. دامنه این بیماری در نواحی مرزی شدت پیدا کرده است. ما افسران و پزشکان شاغل و آزاد و تمام آنهایی که در مرخصی هستند برای ریشه کن نمودن این بیماری کمک می طلبیم. لطفاً از این رو بزنید. بیا با این بچسبونشون. تو رو خدا و چینای پیشونی تو بکن. حالا مگه چی شده؟ دنیا که به آخر نرسیده. برای من رسیده. این حرفا چیه دختر جون؟ خودتو ناراحت نکن. اکثر بچه چی شده اکرم خانم؟ این عکس آقای فاخره. فاخر؟ ولی محسنه. محسن شوهر من. این فاخر پدر تورجه. فاخر یا هر اسم دیگه که رو خودش گذاشته مهم نیست. در هر حال من مطمئنم که این محسن. محسن؟ پس شما میخواییم بگین که این ممکنه محسن به من دروغ گفته باشه. ممکنه پسرمون نمرده باشه. من باید برم اونجا. منم ببر خونه محسن. خیلی خوب اکرم خانم، خیلی خوب. همین فردا صبح میبرم. نه همین حالا. من الان باید برم اونجا. من هستم. من نیستم. کنکارت عزیزم، تو میخوای برخصی؟ چرا داری؟ پات اصلا به فکر تو نیست. اون همیشه همینطوره. وقتی پای خمار میاد همه را از یاد میبره. حالا که سرش گرمه بریم ما هم با هم برخصیم. چرا همینجا نرخصیم؟ تا
سرش گرمه بهتر بریم تنها برخصیم. خیلی بلایی شنطور. رست من نیستم. دیدم فول دام فول آس تو جیبه. بازم بازی میکنی؟ تو چرا نکنم؟ من بار زخمی هستم. دست چکم کجاست؟ حاله؟ حاله؟ بالاخره هرچی باشه اون جوونه. اینجور مسائل برای هر جوونی ممکنه اتفاق بیفته. وقتی همراه اون دختره میرفت فکر اینجور چیزها رو نمیکرد. مگه من بهش نگفتم؟ گفتم یا نه؟ درست دکتر؟ ها؟ جواب بده، حق با من هست یا نه؟ کاملا درسته، اما بالاخره هرچی باشه شما پدرش هستین. پدرش باشه، این دفعه‌م ندید میگیرم. متشکرم. بسیار خوب باشه دکتر، حالا اون کجاست؟ بازی میکنیم. پدر دنیا دیدت بهت ندا میده، نمیذاره کلاه سرت بره. متشکرم که اومدی پدر. باید میومدم، من پدرتم. روز اولم بهت گفتم که اینجور زنا صفا ندارن. حالا دیگه بلند شو بریم خونه. واسه چی اینقدر خودتو عذاب میدی؟ اصلا فکرشم نکن. اون معلوم نیست الان دستش به گردن کی حلقه شده و چه کسی رو بغل کرده. گناهکارم گناهی کسی
فاخر، شما نباید. چی میخوای؟ تو یه پیر مرد چی از دنیا میخوای؟ آره فریبت دادم، دروغ گفتم، ولی تو نباید حرفای منو باور میکردی. گول منو خوردی احمق. بسته از اینجا برو بیرون. بیرون یالا برید گم شید. لاش خدا برید گورتون رو گم کنید. برید بیرون یالا سوز باشید. گم شید همتون. برید بیرون، بیرون زنهای کثیف. برید گم شید از مدتم. برید دیگه تمام شد، همه چی تمام شد. دیگه هیچ کس برام باقی نمونده. هیچ کس. بهش بهم کمک کرد بیام ببینم ات. محسن محسن من دیگه فاخر نیستم. میبینی که زمین خوردم و خورد شد. من دیگه هیچی نیستم، هیچی. من کمک کن، من تنهام. چرا به من فوش نمیری؟ چرا به من چیزی نمیگی؟ من بهت بدی کردم اکرم. بهت بگو که منو میبخشی. بگو محسن، تو یه روزی منو بیرون کردی. مهم نیست، من تو رو میبخشم. فقط بهم یه چیزو بگو. اون روزی که بهم گفتی بچه‌ام مرده، دروغ گفتی نه؟ حرف بزن محسن، خواهش میکنم جوابمو بده. اون رفته، نمیدونم کجا. این زن میدونه، چون اون بود که من ازم جدا کرد. این زن هرزه. اینطور حرف نزن. اون عروسیه که من بهش افتخار میکنم. تورج درباره اون اشتباه فکر میکنه. اون تمام مدت به تورج وفادار بوده. مریم یه فرشته است. تمام شهر رو برای پیدا کردن تورج زیر پا گذاشته. ولی تورج که اینجا بود، پس چرا اینجا نیومد؟ چرا اینجا نیومد؟ اون اومد. امش گفت تورج دیگه مال منه. جلو دخترم، بیا جلو. Thank you.
مشکاتو پاک کن. تو هم همینطور. یالوارو تو بو نخور. یالوارو به تو. رو بیام. برمان برو. بذاری به لفت بکش. نوارشی تقیبش کنید. آقا رو کنجا بردن. این کار نکنی. یه یارا نباش برمیگرد. آقای دکتر چه کار کنیم آخه؟ شما برین به مریضا برسید. برو تونتر بپیشو بیراهه. خورم شین یال بینم خورم بر دارم بندازشون بگیر کاملا موازمشون باشید. اگه خرسند کن بخورن کارشون رو بسازین. یا باش سرکار باید فوراً به بهداری سیار برسونید. زخمش خیلی خطرناکه. آقای دکتر، میخوام چند کلام با شما حرف بزنم. خواه دکتر، ببینید کار من دیگه تموم. فکر میکنم بهتره همه چی رو بگم. حاضری گوش کنی؟ میخوام از زنت بگم. ببین دکتر، تو به من کمک کردی، جونم رو نجات دادی. حالا هم تلافی کنم و همه چی رو بهت بگم. میدونی دکتر، زنت بی تقصیر گناهی نداره. من شوهر سابقشم، اون یه بچه هم داره. هره
و خلاصه من طلاقش دادم. اون وقت اون زن تو شد. حالا چجوری اونش دیگه به من مربوط نیست. فقط باید استفاده میکردم و تیغش میزدم. خلاصه چی بگم؟ میشد. حالا دیگه خودت میدونی دکتر. مواظبش باشی. هی دکتر، هی دکتر، مثل که تو میخواستی بری مرخصی، چرا خواهش کنم نری یه جور منو بکشی؟ من باید برم تهران. اشکالی نداره. متشکرم دکتر، خیلی متشکرم. سورج! مریم! تو از من عصبانی نیستی؟ نه مریم، از من چطور پسرم؟ از تو چرا پدر؟ هم عصبانیم هم متاسف. پدر، تو در یه دنیای دیگه ای هستی. توی دست بکشی، من دوست دارم، اما خدا حافظ. دنیای من و تو از هم سواست. تورج، منو به مادرت ببخش. به مادرت پسرم. مادرم؟ اسم مادرم برای من مقدسه، ولی فکر نمی کنم روح اونم از تو راضی باشه. نه پسرم، من دروغ گفتم. اون نمرده، اومده پیش تو تا بگی که منو ببخشی. پس اون زنده است؟ دنبالش نگرد، اون اینجاست. مادرم؟ چطوری باور کنم؟ حالا من با خیال راحت میتونم به وظیفم عمل کنم. پس با ما نمیای؟ نه مادر، نمیتونم بیام. تا وقتی این مرض ریشه کند نشده من اینجا. شما اگه میخواین میتونی بری. باید من حق بدین. نه من میخواهم.